به نام خداوند و درود بر شما به فراخبر خوش آمدید. سیگار یا بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان با نگرانی از افزایش خشونت ها در افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی این کشور پس از خروج کامل نیروهای امریکایی آماده استادگی معنادار در برابر طالبان نخواهند بود. در یک گزارش تازه سیگر آمده است که هرگاه یک ماه پس از خروج نیروهای امریکایی اوضاع به سود نیروهای دولتی افغانستان رقم نخورد، حکومت افغانستان با بحران بقا روبرو خواهد شد. حکومت اما میگوید که نیروهای دولتی افغانستان ظرفیت قابل توجه پیکار با هراس افغانی را دارند. اما چی چیزی افغانستان را با بحران بقا روبرو ساخته است و چگونه میتوان از این آزمون دشوار و تاریخی عبور کرد؟ آقای دکتر ولی آریا، پژوهشگر مسائل سیاسی نظامی، روی خط اسکایپ از امریکا، و آقای میرویس استانکزی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، اینجا در استودیو با ماست برای بحث بیشتر در این باره. خیلی خوش آمدید مهمانان به برنامه. آقای استانکزی، با شما آغاز بکنیم. حکومت از چند سال به این سو داره میگه که 96% عملیات ها مستقلانه از طرف نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان طرح‌ریزی را اندازی و پیش برده میشن. سوال است که فعلا چی چیزی توانایی های نیروهای دولتی افغانستان را زیر پرسش برده؟ تشکر از شما، سلام به شما و مهمان عزیز و بیننده های عزیز شما. برنامه‌ای که باید در یک سال یا بیشتر از او طرح می شد از بحث خروج نیروهای خارجی، در یک مدت کوتاه‌تر این انتقال صورت گرفته و به گونه آنی تا حدی، و با وجودی که دلایلش رهبری حکومت افغانستان همواره ذکر کرده که بعضی مسائل سیاسی و تبلیغاتی هم تاثیر خودش داشت، ولی در کل به نظر به کمیت و کیفیت موجی از تهدیداتی که به وجود آمده، مقاومت نیروهای امنیتی افغان قابل توجه بوده و مقاومتش مقاومت بوده که میتونیم بالاش حساب بکنیم. درست است پیشروی ها وجود داشته از طرف دشمن، ولسوالی ها دست به دست شده، ولی بعد از او که در چند مرحله، در چند هفته اخیر انسجام صورت گرفته، تا حد زیاد سرعت دشمن در گرفتن مناطق کنترل شده و بعضی مناطق ما پیشروی را داریم. مثلا امروز در تخار، در طالقان 20 قریه پاکسازی میشه، دشمن تلفات خیلی زیادی داره. همه قسم در نجراب، کاپیسا عملیات جریان داره و دشمن تلفات زیاد به دشمن وارد شده. در کل درست است. در غرب افغانستان دولس ولی سقوط کرده. آقای استانکزی، به هر صورت اما سیگر به توانایی های نیروهای دولتی شک داره، با دیده شک دیده و میبینه. چرا نیروهایی که 20 سال تمام آموزش دیدن و تجهیز شدن آماده استاد شدن یا مقاومت معنادار به قول سیگر در برابر گروه طالبان که 70 تا 80 هزار تخمین زده میشن ندارن؟ بحث کیفیت جنگ طالبان است. طالبان بدون هیچ محدودیتی و با هر گونه وحشتی به پیش میرن. ما محدودیت های خود ما را داریم. ما عملیات را اندازی میکنیم، ما عملیات پلان میکنیم، ما جلوی قربانی شدن و تلفات بی جای نیروهای خود میگیریم، ما همچنان به مردم توجه میکنیم. طالب با سلاحی که ما فرض بکنیم، شما یک ولسوالی در دست طالب است، تعمیر ولسوالی خیلی نمایان است، ما تیاره ها داریم. اگر ما تعمیر، آبادی، مردم و غیره را من حیث یک حکومت مسئول و مشروع مد نظر نگیریم، خب تیاره میره بمبار میکنه، طالب محو میشه، ولسوالی دوباره به ما میفته. ولی از محدودیتی که از لحاظ بشری، از لحاظ حقوقی، از لحاظ قانونی متوجه ما میشه. طالب با هیچ نوع محدودیت، نه محدودیت مسائل افغانی، نه محدودیت بشری، نه محدودیت اسلامی، هیچ محدودیتی نداره. وحشت میکنه، پیشروی میکنه. تخریب به مراتب آسانتر از حفاظت است. درست، اما مردم چی فکر بکنن؟ با سیگر باور بکنن و به اطمینانی که شما و نهادهای امنیتی افغانستان دارن؟ اطمینانی که در 2014 هم چنان ثابت شد، اطمینانی که یک بار دیگه در روزهای اخیر آهسته داره رنگ میگیره و انشالله شما شاهد پیشروی های نیروهای امنیتی افغان خود بدین. وضعیت در حال تغییر است. فکر از جمهور از پلان 3 الی 6 ماهه صحبت کردن، رهبری امنیتی از پیشروی ها و انسجام بیشتر و استحکام ها صحبت کردن. یک مرحله گذر بوده، درست است، تا که استحکام انسجام بیشتر صورت می گرفت و تهدیدات تشخیص می شد و تعریف می شد، یک خارجا به وجود آمده، ولی در حال جبران است همه چیز. باور بکنن مردم، هیمیز ما، بحث ما نشانی باشه و در بحث های اندام در خدمت شما می باشیم. نیروهای امنیتی افغان با قوت تمام از 34 شهر افغانستان حفاظت نگهداری کرده، ولسوالی های را که طالب گرفته، نقاط استراتژیک را که طالب گرفته، حفاظتش بر سخت خواهد بود. سپاسگزار. آقای آریا، خوش آمدین. آنگونه که سیگر داره میگه، افغانستان تنها 2 ماه دیگر یا 2 ماه با
روبرو شدن با یک خطر بقا فاصله داره؟ با عرض سلام. خب در این دو ماه میتونه که اقدامات بسیار زیاد روی دست گرفته شوه. ما حتی در همین یک دو ماه گذشته هم شاهد بعض گام های مثبت بودیم به طور نسبی، که خلاهایی که در چند سال گذشته وجود داشته تا اندازه ما شواهد و قرائن داریم که اینا در حال پر شدن است، مشکلات در حال رفع شدن است. من جمله مثلا فعلا ما میبینیم که بین نیروهای خیزش مردمی و نیروهای امنیتی و دفاعی دولت هماهنگی بیشتر صورت گرفته و به این معنی نیست که به شکل مطلوبش ما رسیدیم. نخیر، به اون مرحله هنوز نرسیدیم، باید اقدامات بسیار بیشتر انجام بشه. من جمله مسئله رساندن کمک و امکانات بیشتر به نیروهای خیزش مردمی و حتی در جایی که لازم است. خب حالت چون بحرانی است، حالت ایدئال نیست، حتی میتونه که فرماندهی عملیات ها به کسانی داده شود که در بین نیروهای مردمی هستند ولی تجربه کافی دارند، میتونن که نقش موثرتری داشته باشند. با توجه به اینکه نوع جنگ از طرف طالبان جنگ چریکی است، جنگ نامتقارن است، خب دولت اگر تنها به اشکال جنگی متعارف و کلاسیک متوسل شود، او میتونه که نتیجه نده. و نیروهای مردمی و نیروهای دولتی میتونن که مکمل یک دیگه باشن در این زمینه. سیگر در این گزارش میگه آقای آریا که توافقنامه دوحه بین امریکا طالبان نه تنها به پیشرفت مذاکرات میان دو طرف نینجامید، که به افزایش تلفات غیر نظامیان و شدت گرفتن جنگ و خشونت در افغانستان انجامیده. معنایش فکر میکنین چی است؟ آیا اوضای بد فعلی و بحران بقا ریشه در امو توافق نامه داره؟ تا حدود زیاده بله. متاسفانه او پروسه درست مدیریت نشد و نیروهای امنیتی و دفاعی دولت غافلگیر شدن، مردم غافلگیر شدن. در اینجا شما با مقامات مختلف فعلی برحال و قبلی نظامی و غیر نظامی امریکایی که صحبت میکنین، حتی کسانی که مخالف ادامه حضور نیروهای امریکا و نیروهای ناتو در افغانستان بودن، حتی آنها هم خیلی ناراحت و خیلی عصبانی هن از نحوه مدیریت پروسه مذاکره با طالبان و از نحوه خروج که کاملا غیر مسئولانه بوده. بنابراین ای به این معنا هم نیست البته که قرار است دولت افغانستان تنها گذاشته شود. ما شاهد از سرگیری حملات هوایی در حمایت از نیروهای دولتی بودیم تا حدودی. خب البته این کافی نیست، باید که دیپلماسی موثرتری در این زمینه صورت بگیره تا ای که همکاران خارجی دولت در واقع کشورهای دیگر متقاعد بشن که این حمایت ها رو بیشتر بکنن. خب در زمینه حمایت های مالی، حمایت های دیپلماتیک و کمک های اقتصادی در آینده، خود در این زمینه حال البته تضمین های داده شده، ولی در ارتباط با مسائل کمک به نیروی هوایی افغانستان درست. و حمایت هوایی خود این نیروهای بین المللی باید که اقدامات بیشتر صورت بگیره، در اینجا شکی نیست. فکر میکنین امریکا پس از این بر جنگ کمک میکنه به افغانستان یا نه؟ فکر امریکا و کمک هایش سوق داده شده به طرف صلح و توافقنامه توافق سیاسی؟ فعلا ما نمیتونیم راجع به صلح و توافق سیاسی صحبت بکنیم. واقعا تمام او امیدهایی که در تا چند هفته قبل وجود داشت تا فعلا که نقش بر آب شده. فعلا واقعیت های روی زمین چیز دیگر است و اگر اعمالی که طالبان بعد از تصرف بعضی از مناطق دست به آن اعمال زدن و اینا واقعا برجسته بشه و جامعه جهانی بیشتر متوجه شه که طالب همان طالب گذشته است و حتی بدتر شده و میتونه که شرایط تغییر بکنه. ما به این شکل که در عراق مثلا بعد از اینکه اوباما تصمیم گرفت نیروهای خودش بیرون بکنه از عراق، و باز ما شاهد ظهور جریان‌های جدیدی شدیم. مثلا داعش بود، بله. ناامنی‌های شدید بود و باز دیدیم که بخش از نیروهای خود دوباره ایالات متحده فرستاد. خب این امکان، این سناریو میتونه که در افغانستان هم تکرار بشه. ولی واقعا اگر که از نیروهای بالقوه که در افغانستان فعلا وجود داره در صف جمهوریت اگر به شکل درست استفاده شود، مدیریت شود و رهبری بشه و انگیزه ایجاد بشه بین صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی، حتی ضرورت هم نیست که خارجی ها دوباره مداخله بکنن. سپاسگزار. آقای استانکزایی، چرا ارتش و پلیس در میدان های جنگ
از جنگ خودداری میکنن، کماندو سر جدا باشه بحثش سر بیشتر گپ میزنیم، چون بار جنگ فعلی انداخته شده به شانه نیروهای کماندو، ولی نیروهای ارتش، نیروهای ساده ارتش و پلیس جنگ نمیکنن. علتش چی است؟ این بحث در ذات خودش درست نیست که جنگ نمیکنن. ما تعداد نیروهای ویژه ما محدود است نسبت به کل نیروها و اونا رسیدگیشان به مناطقی که تهدید سطحش بلند میره. بقیه 34 ولایت افغانستان در جاهایی که حضور حاکمیت یا حاکمیت حکومت افغانستان است، اونجا همین نیروهای اردو و پلیس است و حتی پلیس محلی. شما یک مثال داریم از یک پلیسی که در کندهار 48 ساعت اونا تنها با طالبان می جنگه، و مثال میرویس بارکزای داریم از هرات که پلیس بود، از پلیس های امنی بود. به می شکل هم در دیگه مناطق کشور درست است که طالبان نویت جنگ استور است که اونا نه خدمات را میکنن نه مردم حفاظت میکنن، از چند قریه و چند ولسوالی جمع میشن و یک اشر میکنن به خاطر یک ولسوالی یا یک نقطه، 1000 طالب 500 طالب یک جا میشه و به خاطر موقتا با تمام وحشتشان می یک جای میگیرن که اوجا تعداد نیروها نظر به تقسیم بندی شده محدود می باشه. ضرورت میشه که نیروهای ویژه برد او قسمت ها، تهدید بلند میشه، ولی و به گونه عادی در تمام نقاط کشور در تمام شهرها نیروهای امنیتی ما از کمربند ها را حفظ میکنه. نیروهای ویژه تنها به خاطر تهدیدات بلند در قسمت هایی که دشمن حضور بیشتر دارد اوجا میرن عملیات خود میکنن، بقیه قرارگاه ها دوباره تسلیم می ارتش. ولی سیگار برعکس داره میگم، نیروهای ویژه به شکل نیروهای ساده ارتش و پلیس ازشان کار گرفته شده، مثلا نگهداری بخش هایی که پس گرفته میشن، کار کماندوها میدانیم که پاکسازی است و عملیات های ویژه دقیقاً است. مورد سوء استفاده قرار گرفته کماندوها به اساس یک گزارش سیگار؟ نه، بحث مسلکی در اینجا مطرح است. بعض نقاط تهدیدش در حد می باشه که دوباره خطر برگشت دشمن به گونه آنی وجود داره. تا روزهای محدود نیروهای ویژه در کنار نیروهای امنی و امنیتی و دفاعی دیگر حضور می داشته باشند، ولی نقطه را شما نمیتونید آدرس بتین. بله، تشخیص شده بعض نقاط خیلی هم استراتژیک است به خاطر بعض پیشروی ها و پلان ها که از روی اسرار نظامی را نمیشه گفت، ولی در نقاطی که نیروهای ویژه حضور دارن اونا روی پلان های دیگه کار میکنه که پیشروی های داشته باشن، نه برای حفاظت جاها. و نه به اون مقدار ما داریم که همه نقاط و همه پوسه ها و همه کمربند ها را به نیروهای امنیتی ویژه حواله بکنیم. نیروهای امنیتی ما درست است، همه در حدود 400 هزار نیروی ما همش نمیتون از لحاظ امکانات و ترنینگ ویژه باشن، ولی همش نیروهای دلیر هستن. هوایی فشار بر بخش هوایی افغانستان بیشتر شده، 25% از حدود تعیین شده ظاهرا به قولی گزارش سیگار اینا فعالیت میکنن. توقع بیشتر میره در نقاطی که تهدیدات وجود داره، عملیات هوایی، توقع مردم هم از در بعض نقاط، تقاضای مردم هم هست که اگر نیروی هوایی بیاد کم سرعت کار بیشتر میشه، ولی به اون اندازه فشار کار بیشتر بالای نیروهای هوایی نیست. این همش تقسیم بندی شده و یک روی یک پلان منظم و منسجمه که کار شده، همه چیز در حد توانایی ها و ظرفیت ها به وجود آمده، چیزی نیست که اضافه تر از توان باشه. شما ببینید در هیچ قسمت ناکارایی نکرده نیروهای امنیتی هوایی ما، نیروهای هوایی ما. اگر فشار کاری بیش از حد وجود می داشت و ناکاراییشان به اثبات برسید. دقیق ترین اهداف و بیشترین تلفات را که به دشمن وارد کرده همین نیروهای هوایی ماست که امروز هم در هلمند، در کندهار، در هرات و در تخار و حتی در نجراب اینا عملیات را انجام دادن که تنها در 24 ساعت گذشته در حدود 200 تروریست طالب کشته شده. ولی وقتی 25% از حد تعیین شده اینا پرواز میکنن، آخه استانگزای فکر نمیکنین در کوتاه مدت میتونه اینا رو زمینگیر بسازه؟ خب فشار میآید و ظرفیت ها شاید که آهسته شوند. بعضی مراحل اضطراری و استثنایی ممکن باشه، ولی ما در کل ایراپور هنوز تایید که نکردیم، هیچ نوع جزئیاتش تایید نکردیم و هنوزم ایرا رد میکنیم. تمام مواردش، اکثر مواردش بحث 25% نیست، ولی این بحث حتما قبول میکنیم که در موارد شما ببینین یک سرباز خودت ما شاید هم در حالت اضطراری و استثنایی بعضی مواقع فشار بیشتر متحمل شیم که بنا بر ضرورت و خیلی هم موقتی باشه، ولی به گونه دائم جزء کار نیست. سپاسگزار. آقای آریا، این مسئله فکر میکنین بیانگر چی است؟ یک دست پاچگی را نشان میده، فشار به اندازه بر نیروهای هوایی، سوء استفاده از نیروهای ویژه یا کماندوی ارتش، جنگ نکردن ارتش و پلیس، نیروهای ساده؟ دو، سیگار میگه که اگر کارگیری از بخش هوایی و نیروهای زمینی این گونه ادامه پیدا بکنه، حکومت در هر دو بخش، زمین و هوا، میتونه زمین گیر شود. خوبی، دستپاچگی بسیار طبیعی است با توجه به او عدم آمادگی که وجود داشت با توجه به غافلگیری شدن دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی. بسیار انتظارش میرفت که چنین باشه، ولی همین اقدامات هم که در هفته‌های گذشته صورت گرفته باز هم تا حدودی امیدواری ایجاد کرده.
شما ببینید ما هنوزم به هر حال راه بسیار طولانی داریم که طی بکنیم تا اینکه به اون مرحله مطلوب برسیم، مثل هماهنگی، مثل رهبری و ایجاد انگیزه. شما برای پروسه انکشاف در هر چیزی، چه یک سازمان بسیار خرد باشه، چه وزارت، یک وزارت دفاع باشه، یک کشور، شما به 5 عنصر نیاز دارین. شما به ایجاد یک ویژن، یک هدف غایی یا همون چشمانداز استراتژیک ضرورت دارین. شما به رهبری سالم و مدیریت سالم ضرورت دارین و منابع مالی و نیروی بشری و همچنین مهمتر از همه مسئله انگیزه. در تمام عرصا ما خلاهای بسیار عمده داشتیم، نارسایی های بسیار عمده داشتیم در سالهای اخیر، ولی باز هم میبینیم که خوشبختانه در همین هفته ها با وجود دست پاچگی هم که وجود داشته، خب از اقدامات صورت گرفته، ولی به این معنی نیست که ما باید راضی باشیم. به ارتباط ایجاد انگیزه در صفوف نیروهای امنیتی و دفاعی باید بسیار گام های بیشتری برداشته بشه. ما اگر مقایسه بکنیم با روحیه کاذب و انگیزه کاذب که البته در صفوف طالبان هست، خب باید که انگیزه در صفوف نیروهای دولتی تقویت شوه و این میتونه جنبه بسیار واقعی داشته باشه، بخاطر اینکه عواملش وجود داره اگر استفاده شوه برای ایجاد انگیزه، در صورتی که در صفوف طالبان و انگیزه اگر انگیزه بسیار واهی و بسیار کاذب است. و مسئله رهبری است. ما در گذشته متاسفانه دیدیم که در داخل دولت یک دولت دیگر ایجاد شده بود، مسئله نقش بسیار غیر واقع بینانه که به شورای امنیت داده شده بود. خب او باز هم میبینیم که در چند هفته گذشته علائم بوده، البته که در این مسئله در ارتباط با بهبود در این بخش گمهای برداشته شده. خب امیدوارستم گمهای بیشتر برداشته بشه تا اینکه از اون مداخلات بیجا و زیاد خواهی های بعضی افراد خاص جلوش گرفته شوه و این میتونه بسیار کمک بکنه. و در ارتباط با اینکه چگونه انگیزه ایجاد بشه، باید هم یک بسته بسیار جامعه باید روش کار بشه که هم در او اجزای مادی، ابعاد مادی در نظر گرفته بشه، به عنوان مثال معاش نیروهای امنیتی و دفاعی که در صفوف هستن، در خط مقدم هستن، باید افزایش پیدا بکنه و همچنین از نظر معنوی، از نظر روحی و اینها هم باید که اقدامات بسیار بیشتر برداشته بشه و انجام بشه که ما فعلا میبینیم که عزمش ایجاد شده با تغییرات در رهبری نیروهای دفاعی امنیتی، ولی در عمل باید که مشاهده شاهد تحولات مثبت باشیم، بیشتر درست. باشیم درست. ولی اگر این فشار یک ماه یا بیشتر از یک ماه، دو ماه دیگر که ماهای سرنوشت ساز میتونن به افغانستان باشن، سپتامبر پیش رو داریم، پس از او سیگر گفته یک ماه پس از سپتامبر سرنوشت ساز و تعیین کننده است به حکومت افغانستان و میدانهای جنگ، این فشار آقای آریا اگر به همین شکل ادامه پیدا بکنه و یک فکر دوباره نشود درباره کارگیری از نیروها، نیروی هوایی، زمینی، فشار جنگ افغانستان فعلا واقعیت است که انداخته شده گردن کماندوها و اینا ظرفیت پوشش کل افغانستان را ندارن، بدون شک از لحاظ کمیت هم کم هستن، چالش ساز میشه؟ بدون شک در اون اصلا جا شک نیست. باید که روی هماهنگی بین نیروهای ویژه افغانستان و نیروهای مردمی که اینا به شکلی که بتونن مکمل یکدیگه باشن، در کنار هم فعالیت بکنن، عملیات انجام بدن، باید بیشتر تاکید بشه و میتونه بسیار نقش کلیدی داشته باشه و استفاده بیشتر از امکاناتی که هست به طور بالقوه وجود داره در داخل دولت و نیروهای مردمی. اگر روی اینها تاکید بشه و روی ایجاد رهبری سالم، ما میتونیم که حتی در یک ماه گذشته هم شاید تحولات مثبتی باشیم. و دیگر اینکه بسیار واقعا مبالغه شده در ارتباط با توانمندی هایی که طالبان دارن. پیشروی هایی که طالبان داشتن در هفته گذشته به خاطر مسئله ای بود که دفعتن خلاهای ایجاد شد، مناطقی که مثلا در آنها نیروهای دولتی و نیروهای امنیتی و دفاعی حضور داشتن ولی خب حمایت هوایی داشتن، اونها به حال خود رها شدن به طور ناگهان و طالبان در کمین بودن از قبل و او نیروها در معرض آسیب به خطر قرار داده شدن و بعضی از مناطق تخلیه شد توسط دولت و این به نفع طالبان از نقطه نظر تبلیغاتی تمام شد و این واقعا هیچ نوع ربط مستقیمی به توانمندی طالبان نداشت، در واقع به نارسایی هایی که در صفوف دولت وجود داشت و دفعتن ناپدید شدن و متوقف شدن حمایت هوایی به این عوامل در واقع ارتباط داشت. و ما در این ماهای گذشته شاهد دو چیز بودیم، یکی که نیروهای
بالقوه که و بالفعل که در چارچوب صفوف جمهوریت به طور کلی وجود داره، اینا کم تخمین زده شدن و توانمندی های طالبان بیشتر از حده که هست تخمین زده شدن و این دو باعث شده که به حساب واقعیت ها تا اندازه زیاد ندیده گرفته بشه و پوشیده بشه و این باعث شده که روی روحیه مردم و روی روحیه نیروهای امنیتی و دفاعی تاثیر منفی گذاشته بشه، ولی خب میتونن که این وضعیت رو با عکس سلسله اقدامات تغییر بدن. سپاسگزار آقا استانگزی. خب ظاهرا همکاری یا بودن نیروهای مردمی در کنار نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان حیاتی است و ضروری. چی میکنین با این نیروها؟ میبینیم که در هرات آقای محمد اسماعیل خان در صف اول قرار داره، در بخش‌های دیگر مثل بلخ و فاریاب اینجا هم دیده شده. کدام چارچوب مشخص قرار بود ساخته شود، شده یا نشده؟ اینا شکایت هم دارن از نارسایی و کمبودی هایی که از طرف حکومت ظاهرا بوده برشان. ما به هر حالش در یک حالت نسبتا عادی قرار نداریم و بعضی چیزها از منوال عادیش داره بیرون میشه و بیرون شده میباشه. طبعا رسیدگی ها در بعضی موارد در حد نمی باشه که توقع میره، ولی بسیج مردمی یگانه چیزی است که از رهبری درجه اول حکومت افغانستان آغاز تا رهبری نیروهای امنیتی همه بالایش حساب میکنن نتیجه مثبت داشته، با آنکه رهبری عملیات در تمام نقاط و پیشروی ها را نیروهای امنیتی افغان به دوش داشتن، ولی بسیج مردمی فوق العاده کمک کردن. کارها و وحشت هایی که طالبان انجام دادن و چهره خود هنوز هم هویدا ساختن بر مردم که همین طالبی است که ده برابر بدتر شده از گذشته که داشت و ما فکر میکردیم تغییر کرده، ای کمک کرده که بعضی مردم واقعا در کل مردم افغانستان البته نفرت داشته باشه از طالبان. در تمام نقاط افغانستان نه خیزش مردمی بلکه بسیج مردمی وجود داره که چه با سلاحایی که با هماهنگی حکومت افغانستان اونها پیش میره و چی در کمک از لحاظ مورال و روحیه که به مردم به نیروهای امنیتی افغانستان میده و چی حتی از حمایت از اونا. در کل از بحث حمایت خوشبختانه خیلی زیاد مطمئن شدیم. بسیج مردمی موثرترین ابزاری بوده و انشالله که توجهی صورت میگیره، ولی قسمی که شما هم گفتین از یک ماه دو ماه بدین سو الا یک ماه دو ماه آینده وضعیت طور خواهد بود که تا حد فشار وجود خواهد داشته باشه، ولی خوشبختانه آهسته آهسته داره قضیه در حال تغییر است. شما قرائن والا میشه به زودی خواهید دید و بعض علائم میشه داریم و یک ماه دو ماه آینده به شما هم فکر میکنین سرنوشت ساز و مهم است، یعنی پیروزی شما است که جدن با تمام ضمانت میگم که بعد از این رخ قضیه به طرف خوب شدن است و یک ماه بعد دو ماه بعد پیروزی از مردم افغانستان خواهد بود. تروریست‌ها آخرین قوت خود آزمایش کردن، درست است وحشت آفریدن، بعض مناطق ویران ساختن، ولی به نتیجه مطلوب خودشان که سقوط نظام بوده نرسیده، نخواهند رسید و نه علائم ازی است که اونا توانایی را داشته باشه. پنج نفر بدنام هم میتونه برای چند لحظه شهر بر هم بزنه، ولی شهر حفاظت کردن میتونه و مردم برشان لبیک نمیگه. سرپرست تازه وزارت داخله وعده های بسیار بلند و بالای داد پس از این که معرفی شد، کارکردش هنوز محسوس نبوده. آقای استانگزی چی میکنم؟ محسوس بودن کار شما ببینین که روی انسجام و استحکام کار شده، هماهنگی بیشتر به وجود آمده، بسیج مردمی نیروهای امنیتی همش یک نزدیکی به وجود آمده، رهبری به خاطر مورال دادن عملا با نیروهای امنیتی در ساحات آسیب پذیر در برخ مواقع حضور پیدا میکنه و سرپرست وزارت امور داخله به ولایت هرات رفتن که در حضورشان باز پیشرفت‌هایی داشتیم، همچنان معین صاحب ارشد امنیتی به ولایت کندهار رفتن، معین صاحب پلیسی هم از ولایت رفته. ای کارها جریان داره و رویش کار شده، شما نتیجهش انشاءالله در روزهای آینده خواهید دید. آقای آریا، رهبری تازه سکتور امنیتی افغانستان را چطور میبینین؟ خوشبینی ایجاد کرده چیزی که تا فعلا از اینا بیرون داده شده؟ تا حدودی بله، پیشتماتوری که بیشترم اشاره کردم، ولی کافی نیست. باید که همو نارسایی هایی که در سالهای گذشته وجود داشته که یکش می اشاره کردم که مثلا نقش شورای امنیت، باید گام های بیشتر برداشته بشه. این کافی نیست. هنوز هم با وجود از اینکه ما خبرهای مثبت را تا حدودی شنیدیم که تحولات مثبت آمده، تغییرات مثبته، ولی خب شکایت ها همچنان بیشتر از شکایت ها با قوت خود باقی است. باید اونا واقعا توجه جدی بشه. ما به این شکلی که خب توقع نداشتیم که آقای رئیس جمهور کسی مثل بسم الله خان به عنوان وزیر دفاع تعیین بکنه، خب به این شکل ما امیدوار هستیم که اقداماتی که در تا چند ماه قبل خارج از انتظار بود، دور از انتظار بود، آقای رئیس جمهور و دیگران که در رأس قرار دارن تصامیم لازمه را بگیرن. ممنون از شما آقای آریا و آقای استانگزی، از شما و از شماهایی که همراهی مان کردید.